ولی دوباره اینجا پولس دعا میکنه تا چشم دل شما روشن بشه. چرا باید همچین دعایی بشه که چشم دل من، نه چشم جسمانی من، بلکه یک چیز درونی در وجود من یک چیزی روشن بشه تا من دوباره پی ببرم به یک چیزی. به چه چیزی؟ میگه تا چشم دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است بشناسید. برای حکمت و مکاشفه میگه دعا میکنم براتون تا خدا رو بشناسین. بعد میگه برای دلتون دعا میکنم تا چشم دلتون روشن بشه، تا امیدی رو که خدا زمانی که شما رو خوند، که در یک خوندیم دوباره آیات قبلی، که شما رو خونده بر اساس این امید رو بشناسید. که این چه امیدیه؟ چه امیدی امروز ما در مسیحیت داریم؟ چون که پولس در قرنتیان میگه که اگر ما امیدمون به مسیح صرفاً در این دنیاست، از همه مردم دنیا بدبخت‌تریم. چون که مسیح نیومده مثل اون پراسپریتی گاسپل یا اون کسانی که میگن بیا در مسیحیت و پولدار میشی، بیا مریضی تب بمیره، بیا و از خدا منفعت بگی، برکات زمینی فقط داشته باش. میگه ما مسیح رو نداریم امروز فقط برای این دنیا استفاده کنیم، بلکه دنیایی هست، ابدیتی هستش که ما باید امیدمون و اساساً امید اصلیمون روی اون ابدیت باشه.